مسجدی در مرکز آتن میزبان 4 موسیقیدان است که به مدت 1 ماه آواهای قدیمی و خاص را در ساختمانش می‌نوازند. سری مختلفی از آواهای آشنا و ناآشنا که واکنش‌های متفاوتی را در مرکز پایتخت یونان برانگیخته. این مسجد امروز تبدیل به موزه هنرهای سنتی یونان شده است. یکی از طراحان هنری نمایشگاه میگوید پس از تماس با وزارت فرهنگ یونان به نتیجه رسیدیم تا پرفورمانس آوایی را در این مسجد برگزار کنیم، چرا که معماری مسجد انگار برای این کار طراحی شده است. مدیران هنری این پرفورمانس نام آن را سکوت همچنان برقرار است گذاشتند. تارک اتو یکی از خلاق‌ترین دیجی های موسیقی الکترونیکی است و یکی از حاضران در این پرفورمانس است. آواهایی که او تولید می‌کند ترکیبی خاص از موسیقی الکترونیک است. اتوی اجرایی دارد که آن را دایره متاستابل نامیده. پیشتر این کنسرت را در کسل آلمان نیز اجرا کرده است. شما در این اجرا با یک ترکیب الکتروآکوستیک و موسیقی الکترونیک مواجهید. در این ترکیب نقش اصلی را سازهای بازی می‌کنند که از آنها آوایی بیرون می‌آید. ایده در کسل آلمان سال گذشته به ذهنم خطور کرد و همچنان در حال کار روی آن هستم. اینجا در آتن با وسایل کاری جدیدی که صدای عجیبی تولید می‌کنند کار می‌کنم و قصد نهایی تولید آواهای شگفت‌انگیز بیشتری را دارم. این اولین بار است که پرفورمانس موسیقیایی در مسجدی در آتن اجرا می شود. این مسجد عمر کوتاهی در جایگاه یک مکان مقدس دارد. از 1918 میلادی این مسجد تبدیل به موزه شده و فکر می‌کنم این بهترین کاری است که مسئولان انجام دادند. چرا که حالا هنر رابطه اصلی مردم و مسجد شده است. با گشایش این پرفورمانس جدید هر روز صداهای شگفت‌انگیزی از این موزه پخش می‌شود و مردم خوشحالند. این مسئله فوق‌العاده است. کار جدید سفدت ارک دیگر پرفورمانس آهنگین این اجرا هست. او به دنبال آواهای جدیدی است که در اجراهایش نمایان است. او از خاصیت‌های معماری مسجد نیز در این رابطه استفاده کرده. پرفورمانس او ترکیبی است از صداها و خاطرات و وسایل شخصی که از آنها نواهای گوناگون در می آید. نوازنده به ما می گوید کار من روی بداهه نوازی است. ما روی وسایل جدیدی کار میکنیم تا از آنها آواها و نواهای تازه تولید کنیم. فکر میکنم نوع طراحی ساختمان و تاریخی بودن این مسجد به کار ما کمک زیادی کرده. تلاش میکنیم تا همچنان با وسایل جدیدی صدا سازی کنیم و ریتم های تازه در آوریم. نام پرفورمانس او شبیه در عین تمایز است. او برای کارهایش از آب و کوزه برای تولید صداهای متفاوت بهره می‌گیرد. این نمایشگاه توسط بخش و مؤسسات خصوصی هزینه شده. به همین دلیل اهمیت زیادی دارد که در آن یک موزه دولتی و تهیه کنندگان خصوصی همکاری کردند. فکر می‌کنم این مسئله باید بیشتر برای یونانی‌ها جا بیفتد تا بتوانیم بیشتر و بهتر خلق کنیم. دو هنرمند دیگر از لبنان و اسرائیل نیز در این پرفورمانس شرکت کردند.